سلام به تک تک شما عزیزانم، محبوبه هستم. به آشپزخونه بخور بخور و برنامه خودتون خوش آمدید. آموزش امروزمون زرشپلو رستورانیه. میدونم که همه عاشق زرشپلو هستن و تو خونه هاشون حتما ماهی یه بارم درست میکنن. رستورانم که میریم اغلب سفارش زرشپلو میدن. چرا؟ چون میگن زرشپلوی رستورانی خیلی خوشمزه است و عطر و طعم به خصوصی داره. حالا امروز ما میخوام یه زرشپلوی رستورانی فوق‌العاده خوشمزه درست کنیم. بریم با هم دیگه طرز تهیه‌اش رو ببینیم. برای درست کردن این غذا احتیاج داریم به 2 تا پیاز متوسط. البته مال من یکیش کوچیکه، اون یکی دیگه یک کمی بزرگتره. پیازمون رو 2 قسمت میکنیم و خیلی نازک پیازمون رو خرد میکنیم. تا اونجایی که میتونی نگینی نمیخوایم باشه، ولی نازک خردش میکنیم. چون نمیخوایم، میخوایم پیازمون توی غذامون تقریبا آب بشه. 2 تا هویج داریم به این اندازه، از وسط برشش میدیم و با این اسلایسرا چون میخوام یک کمی شکل بگیره برشش میزنیم که توی غذامون قشنگ تر باشه. احتیاج داریم به 1/2 فلفل دلمه ای که خوردش میکنیم. اینم به این اندازه. حالا میریم سر مرغمون. این غذا برای 2 نفره، یعنی هر ساق و بالای رون برای 1 نفر. تو رستورانا که میریم این دوتا به همدیگه چسبیده است، ولی متاسفانه الان به خاطر کرونا مرغ پاک کرده نیستش، خیلی کمه و منم رفتم بگیرم این دوتا از همدیگه جدا بودش. حالا ایبی نداره دیگه، همینطوری درست میکنیم. میخوایم مرغمونو مزه دارش بکنیم که تو سسمون خیلی مزه خوبی بگیره. 2 تا برش اینجا میزنیم، 2 تا برش هم پشتش میزنیم. اینم همینطور 1 برش اینجا میزنیم، 1 برش اینجا میزنیم. پشتش هم که خب این مرغه رو چون بازش کردن خودش تیکه پاره هستش. ببینی بعضی از مرغا موقع که میخوریم این وسطش سفید میمونه و مرغ مزه خیلی خوبی نداره، ولی با این کار این سس میره تمام لای این وسط مرغم سس میره و مرغمون فوق العاده خوشمزه میشه. حالا بریم سر بقیه کارام. به مقدار کافی روغن میریزیم تو مایتابه، چون میخوایم سبزیجاتمون رو تفت بدیم. میذاریم روغنمون داغ بشه، پیازمون رو میریزیم که یه تفتش بدیم. ما اینجا نمیخوایم پیاز داغ درست کنیم، فقط میخوام در حدی که پیازمون نرم و سبک بشه. خب پیازمون به همین اندازه هم نرم و سبک و شفاف شده. همه سبزیجاتمون رو در جا نمیریزیم. حالا به ترتیب هویجمون رو میریزیم، اینم یه تفتش میدیم، بعد فلفل دلمه ای رو میریزیم. همه اینا رو با هم یه تفت میدیم. به هیچ عنوان زردچوبه توی این مرغمون نداری. بعضی ها زردچوبه به مرغشون میزنن، ولی اینجا برای این زرشپلو اصلا زردچوبه نمیزنیم. 2 قاشق سرپر رب داریم. رب من رب خونگیه، اینم میریزم و ربمون رو حسابی با این سبزیجاتمون تفت میدیم که ربمون هم از خامی در بیاد و هم خوش رنگ بشه. با حرارت زیاد نمیخوایم آب بندازه. ببینین اصلا الان این پیاز با سبزیجات من اصلا آب ننداخته، فقط داره ربمون سرخ میشه. ببینین چه رنگ خوبی گرفت. خب در همین حد رب با دیگه تفت دادیم کافیه. من از رو حرارت برش میدارم. یک کمی روغن میریزیم تو مایتابه، میخوایم مرغمون رو سرخ کنیم. زیادم روغن نمیریزیم چون بعدن این روغن به درد نمیخوره، چون عطر و طعم خوبی نداره که بخوایم استفاده کنیم ازش. مرغا رو میذاریم تو روغن تا سرخ بشه.
مرغا رو در حدی میذاریم سرخ بشه که فقط طلایی بشه، چون نمیخوایم اونطوری سرخ سرخ بشه، چون بعدن که میخوایم بخوریم زیاد که سرخ بشه سفت میشه و بافت خوبی نداره. فقط در حد طلایی شده. ببینین مرغای ما در همین حد طلایی شده، بیشتر از این دیگه نمیخواد. از روی حرارت برش میدارم. حالا به سبزیجاتمون مقداری آب جوش اضافه میکنیم، نمک داریم، به اندازه کافی نمک بهش میزنیم، فلفل سفید هم داریم. فلفل سفید چون عطر و طعم خیلی خوبی رو به غذای ما میده، فلفل سفید هم میریزیم. حالا اینجا یه دسته این اندازه جعفری داریم. جعفری توی این سس ما رو خیلی خوشمزه میکنه و عطر و طعم خاصی رو به سس میده. اینو ما میذاریم یه گوشه از این ظرفمون اینجا بمونه. حالا مرغمون رو اضافه میکنیم به این سس. میتونین که تو رستورانا، خب این مرغشون خیلی زیاده دیگه، به خاطر همین زرشک‌پلوهای رستورانی خوشمزه هم میشه، چون این آب مرغ و سبزیجاتی که میره تو هم و روی هم هستش یه مرغ خیلی خوشمزه ای رو میده. ولی خب اینجا چون ما داریم خونگی درست میکنیم این اندازه، توی رستوران ها همه رو یه ظرفای بزرگ دارن که تمام اینا رو مرغا رو میچینن، دوباره سس میریزن، دوباره مرغ میذارن، درشو محکم میبندن که مرغشون بپزه. البته این مرغ ما عطر و طعم و مزه مرغای رستورانی رو میگیره ها، منظورم این بودش که چون اونجا در مقیاس خیلی زیادی درست میکنن خب خیلی هم خوشمزه تر میشه، ولی مال ما هم دست کمی از مال اونا نداره و فوق العاده خوشمزه میشه. حالا حرارت زیر مرغمون رو کم میکنیم، در مرغ رو میذاریم و میذاریم مرغمون به مدت 1 ساعت آهسته و ریز ریز جوش بزنه. یه کمی کره توی مایتابه میذاریم، یک کمی هم روغن میریزم توش. 50 گرم زرشک داریم، این به اندازه 2 نفره، چون غذای ما اندازش 2 نفره است. 50 گرم هم زرشک میریزیم توی مایتابمون و تفتش میدیم. فقط باید مواظب باشیم که زرشکمون بیش از حد تفت نخوره، چون هم رنگش برمیگرده و هم میسوزه و تلخ میشه. الان این زرشک ما یک کمی من تفتش دادم. تو این مرحله شکر بهش اضافه میکنیم. بعضیا دوست دارن زرشک پلو رو خیلی شیرین میخورن، بعضیا نه، خب اون سلیقه‌ایه، ولی من خودم اصولا ترش و شیرین دوست دارم، یعنی ملس یک کمی باشه. اینطوری فکر میکنم زرشکمون خیلی خوشمزه تر بشه. یک کمی زرشک رو میذاریم روی حرارت تا شکرش هم حل شه و زرشکمون یک کمی باد کنه. یک کمی که زرشکمون باد کردش یعنی اون موقع است که حاضره. این اندازه شکر طعم متعادلی داره، نه زیاد شیرینه و نه زیاد ترشه، ملس میشه. تو این مرحله زعفرون هم داریم، به مقدار کافی هم زعفرون بهش اضافه میکنیم. یادم نمیخوایم زعفرون بهش اضافه کنیم که قرمز بشه. خیلی خوب، حالا من از رو حرارت برش میدارم. مرغمون آماده شدش، ببینین چه رنگ و لعاب خوبی گرفته. حالا من زیرش رو خاموش میکنم که بریزم تو ظرف براتون. زرشک پلوی مام آماده شدش. شما میتونین تو خونه طعم این زرشک پلوی خوشمزه رستورانی رو تجربه کنین و نوش جونتون کنین و لذتشو ببرین. ممنون که این آموزش رو دیدین. اگر از این برنامه خوشتون اومده لایکش کنین، خوشحال میشم نظر و پیشنهادتونم برام کامنت کنین، کانالم سابسکرایب کنین، زنگوله هرم بزنین که اگر یه برنامه جدید اومد زود و تند و سریع با خبر شین. تا یه برنامه دیگه و یه بخور بخور خوشمزه دیگه، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.